به نام خدا، شما بیننده برنامه جستار به طور زنده از استدیوی مرکزی تلویزیون یک هستید. یک کمی گوش رسانه ها و جامعه مدنی آرام بود، آن هم به خاطر اینکه مخالفان سیاسی با آنها کار نداشتند. اما این روزها نفس در گلوی اینها هم گره شده و ترس از مرگ همه روزی دارند. کابل شده پوسته امنیتی و امنیت شده برای رجال برجسته دولتی. نهایت فکر نهادهای امنیتی ما شده است خط سیر گرفتن و 5 مقام والای عزت که عبارت باشد از معاونین رئیس جمهوری و رئیس اجرایه با معاونین والا قدرشان. ما رای نداده بودیم که قربانی انتحاری شویم و دولت انتخاب نکرده بودیم که در مقابل طالب تضرع کند. ما دولت خواستیم تا نفس راحت بکشیم و اولین گزینه پیشنهادی ما هم امنیت بود. از این به بعد صدای به نام جامعه مدنی شده حرام و گزارش رسانه ها شده حکم تکفیر. نمیدانم چه روزهای دیگری خواهد آمد سر ما که ماده های لابراتوار حکومت وحدت ملی شدیم. آیا از این تعاملات سیاسی با کاتالیست شدن پاکستان و طالبان زنده بیرون خواهیم آمد یا خیر؟ طالبان اخیرا علیه رسانه ها و جامعه مدنی اعلامیه به نشر رساندن که نماینگر این است که دیگر هیچ یک از باشندگان افغانستان آرام نیستند. برنامه جستار امروزی روی خیزش های جامعه مدنی علیه عملکرد اخیر طالبان اختصاص یافته است. تا آخر با ما بمانید، اما پیش از آن نگاره چند در خصوص موضوع. دوباره خوش آمدید. من ادیب نوی هستم با برنامه جستار امروزی. مهمانان من در بس شازی اشرافی و حدود پدرام، فعالین جامعه مدنی. مهمانان شما را به بس خوش آمدید میگم. آغازگر سوال از آقای پدرام میشیم. سیاست های طالبان و یا مخالفین مسلح یا مخالفین سیاسی دولت، کدامین سرپیچی های جامعه مدنی و رسانه ها دلیل بری شد که همچه اعلامیه را به نشر برسانند و باعث برانگیختن احساسات جامعه مدنی و رسانه ها شوند؟ تشکر. سلام به شما و بینندگان شما و همچنان درود میفرستم به روح روان پاک شهدایی که یک نیم ساعت قبل حملات انتحاری که منجر به کشته شدن بیش از 20 سرباز امنیت اردوی ملی ما شدن متاسفانه، و برای زنا بهشت برین آرزو میکنم و برای بازماندگانشان صبر جمیل. مسلماً گروه تروریستی طالبان از آغازش اینجور بود که اونا به هیچ وجه همیش میخواستن حملات دهشت‌افکنی رو در افغانستان ادامه بدن و هر روز مردم افغانستان یا خانه‌های مردم افغانستان به ماتم تبدیل بکنن متاسفانه. و حرکت های جامعه مدنی و رسانه های افغانستان به عنوان پول ارتباط بین مردم و به عنوان صداهای خفته ای که در گوشه و کنار افغانستان هر روز حقوق شهروندیشان نقض میشد و اینا این صداها را بیرون میکردن، ولی متاسفانه گروه تروریستی طالبان هیچ وقت برای یا هیچ تعهدی برای ارزش های انسانی و هیچ تعهدی برای شهروندان افغانستان نگذاشتن. شما شاهد حملات تروریستی از آغاز تا کنون بودین که هر روز مردم افغانستان قربانی میگیرن. مثلا خصوصا در حملات اخیر در پکتیکا شما شاهد ورزشکاران ما بودین که اونا آمده بودن در اونجا مثلا یک مسابقه والیبال داشته باشن، ولی متاسفانه اینا بدون خلاف پرنسپ های حقوق انسانی و حقوق بشری آمدن حملات انتحاری رو انجام دادن. آقای پدرام اجازه بدین من مشخصا پرسان بکنم، فعالیت های جامعه مدنی در سابق هم همچنان بود، همچنان در مقابل دولت، در مقابل مخالفین مسلح قد علم میکردن و حداقل دادخواهی میکردن، اما مشخصا چرا طالبان در اون زمان همچون تهدیدهایی را وارد نکرد با آدرس جامعه مدنی و رسانه ها؟
خب شما در اخیر شاهد هستین که خواستای جامعه مدنی افغانستان خصوصا در کنفرانس لندن بسیار واضح و شفاف روشن بود در رابطه با پروسه صلح و مسائل امنیتی افغانستان. خواست ما در رابطه با این بود از حکومت افغانستان که موضع خود در مقابل طالبان و گروه تروریستی باید مشخص بکنه، باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشن تا مردم افغانستان بدانند که اینا کسانی هستند که هر روز جان شهروندان افغانستان می گیرن، بالاخره اینا هیچ اهمیتی برای ارزش های انسانی و حقوق شهروندی نمیگذارن، بالاخره موقف و جایگاه خود حکومت افغانستان در قبال از اونا باید مشخص بکنن. یعنی کم شدن موقف طالبان در نشست لندن دلیل برای این حرف شده؟ فکر میکنم که خواسته های مشخص جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس لندن و خواسته هایشان محکوم کردن حملات تروریستی در سال سالهای اخیر و حرکت های خیابانی که ما داشتیم در مقابل حملات تروریستی، اینا منجر به این شد که گروه دفشنگان طالبان باز این بار مستقیما مردم افغانستان و جامعه مدنی و رسانه ها را هدف بگیرند که متاسفانه شما شاهدش در انستیتوت فرهنگی فرانسه بودند که در یک جایی که مردم فرهنگی های افغانستان، رسانه های افغانستان و جامعه مدنی افغانستان آمده بودند تا یک تئاتر را به نمایش بگذارند که متاسفانه منجر به حمله انتحاری شد. سپاسگزارم از شما. اجازه بدید خانم شفیع، شما را به بس خوش آمدید میگم و سوال را که میخوام از شما پرسان بکنم این که راهپیمایی اعضای جامعه مدنی امروز بر کدام اساس و بر کدام بنیاد بود و خواسته های اصلی راهپیمایی چی بود در شهر کابل؟ با عرض سلام و با عرض تسلیت به تمام نظامیان افغانستان که هر روز قربانیایشان بیشتر و بیشتر حق و ناحق در جاهای مختلف و هر سرکی که نظامیان از آن میگذرد تپش های قلب یا تپش های خونی از نظامیان مد نظر میگیرند. ما همچنان شفای عاجل به زخمیان حادثه یک ساعت پیش که در پلارتن رخ دادن، امیدوار هستم که این حادثه آخرین حادثه باشه در کابل، خصوصا در نظامیان افغانستان که هر روز تعداد قربانیان از اینا بیشتر و بیشتر میشوند. و راهپیمایی امروز صرف به خاطر آخرین اعلامیه مخالفین دولت که ما نمیتونم اینا مخالفین دولت بگیم که همه میگن مخالفین دولت، اینا دشمن انسانیت هستند و دشمن اسلامیت. به نظر ما از مخالفین دولت کرده بیایم بگیم که اینا دشمنان انسانیت هستند که یک اعلامیه را پخش کردن که من بعد ما از کسایی را خصوصا جامعه مدنی اگر حرفی یا صدایی را برای مخالفت از کارکردها و یا انتحارهایی که ما در ساحات مختلف افغانستان اجرا میکنیم خواهد اینا را مورد تهدید قرار میدیم و همچنان گروه مهمی که ریشه اصلی یک حکومت تشکیل میده که عبارت از رسانه ها هستند و خبرنگارا را اینا را تهدید کردن به خاطر امی بودند. و راهپیمایی امروز هم که تعدادی از فعالین جامعه مدنی، البته تمامشان نه، صرف به خاطر امی ناامنی های اخیری که در شهر کابل به وجود آمدن، فقط نماینده های از گروه های مختلف جامعه مدنی در پیش شفاخانه امرجنسی به خاطر دفاع از جامعه مدنی و دفاع از رسانه های افغانستان جمع شده بودند که تا برای دشمنان انسانیت وادار بسازند که با اخطار دادن همچو یک حرفایشان جامعه مدنی و رسانه های افغانستان هراس ندارند و این کارشان ادامه دارند و هر چیزی که خواست مردم افغانستان باشند بتانند حاکمیت فکری مردم افغانستان استقلال لیت ببخشند، جامعه مدنی و رسانه های افغانستان در خدمتشان بود، ولو که هرچقدر زمینه قیودات فکری و قیودات ناامنی هم وضع شوه اینا مقابله خواهد کرد. سپاسگزارم آقای پدرام. موضوع دیگری که میخوایم از شما پرسان بکنیم این که موقف نهادهای جامعه مدنی تا حالا چرا روشن نیست و چرا یک موقف مشخص را اعلان نکردن در مقابل اعلامیه طالبان و درس اونی اگر اعلام بکنن موقفشان چه خواهد بود؟ لیکن ما امروز جلسه داشتیم در رابطه به موضوع گسترش نامنه های اخیر و حملات تروریستی. در هفته آینده مسلماً ما کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشتیم و موقف جامعه مدنی افغانستان واضح و مشخص خواهد شد در این رابطه و خواستی که از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی و از مردم افغانستان خواهد داشتیم با مردم افغانستان و رسانه‌های افغانستان ما شریک خواهد ساختیم.
و آن چیزی که بسیار مهم بود، ما فکر میکنیم که خواسته ها و موقف جامعه مدنی افغانستان بسیار واضح و شفاف همیشه و صدایشان بسیار روشن و واضح بودن برای مردم افغانستان، بر دولت افغانستان. بارها ما از حکومت افغانستان خواستیم، از نیروهای امنیتی افغانستان بارها ما دفاع کردیم و بارها خواستیم که حکومت افغانستان باید موقف خود را مشخص بکنن، به خاطر اینکه تا عمو مورال یا روحیه نیروهای امنیتی افغانستان پایین نیاد. اگر امروز رئیس جمهور افغانستان خطاب میکنن به عنوان مخالفین سیاسی، چطور جرأت بکنن نیروهای امنیتی افغانستان که هر روز قربانی میتن در مقابل زنا بیستن و جنگ بکنن؟ از طرفی که سرقومندان قوای اعلی مسلح افغانستان که رئیس جمهور افغانستان است، اینا رو مخالفین سیاسی صدا میکنن و از طرف دیگه هر روز شما میبینید که آمار تلفات و کشتار نظامیان افغانستان در گوشه و کنار، چی از طریق حملات تروریستی و ماین‌گذاری کنار جاده ها، هر روز رو به افزایش است. من فکر میکنم که ما بارها خواستیم که حکومت افغانستان موقفش بسیار واضح و مشخص در قبال گروه طالبان اعلان بکنن، تا بخواین که تا امن یک اعتماد بین نیروهای امنیتی افغانستان به وجود بیان که ما در مقابل کی می جنگیم. با توجه به حرفای شما آقای پدرام که گفتین موقف خود مشخصا تعریف بکنن، اما این موقف ها کم کم داره روشن میشه، به خاطر از اینکه بعضی نشست ها و بعضی جلسات باعث ازی شد که بگن که طالبان دشمن است، هیچ وقت برادر بوده نمیتونه یا مخالف سیاسی بوده نمیتونه. اما چقدر فکر میکنین که ضمانت اجرایی داشته باشه و ما واقعا بفهمیم که طالب دیگر هیچ وقت مخالف سیاسی یا برادر ناراضی نیست؟ من فکر میکنم که ما در موقف نامه خود، در خاص ما در کنفرانس لندن، کنفرانس بسیار مهم برای افغانستان بودی، بود که ما وقتی ما صلح در افغانستان حمایت میکنیم که عدالت قربانی نشان، ولی متاسفانه در 13 سال گذشته ما شاهد بی‌عدالتی های بسیار گسترده، شاهد آزادسازی یعنی گروه های دهشت افغان که امروز هر روز ماتم میارن به خانه های مردم افغانستان، شاهد آزادسازی زنا بدون تطبیق عدالت بودیم در افغانستان. شما شاهد بیشتر از 4-4.5 هزار نیروهایی که متهم به دهشت افغانی و ترور بودن از زندان های افغانستان شما شاهد بودین، و اکثرا گزارش ها نشان میدن که اینا دوباره برگشتن به صفوف همین نیروهای مسلح یا نیروهای مخالف دولت افغانستان یا نیروهای دهشت افغان، اینا دوباره پیوستن. ولی متاسفانه حکومت افغانستان موضعش هیچگاه مشخص نبود و یک کمیسیونی به نام کمیسیون شورای عالی صلح ایجاد شد که بیشتر به یک پروژه تبدیل شد، بیشتر استفاده بسیار پروژه‌ای کردن، میلیون ها دلار مصرف کردن، ولی هیچگاه اثرگذاری نداشتن. از با توجه به اینکه گفتین اثرگذاری نداشت، مثل شورای عالی صلح پروژه‌ای شد، شما چطور نهادهای جامعه مدنی فشار وارد نکردن به دولت تا بتونن یک اهرام فشار باشن به کارکردها یا با اعمال قوی اجرایه؟ مسلما جامعه مدنی یک نیروی اجرایی نیست، به عنوان یک پول ارتباط بارها ما صدای خود در راستای مختلف بلند کردیم. از گزینش کمیسیون، از کمیسیون مستقل حقوق بشر که بعضیشان اتهام به وارد بود که اینا بگران یا گذشتهشان با گروه هایی که در منازعات گذشته افغانستان نقش داشت یا با گروه طالبان، و همچنان آمدیم سر موضوعی که ما بارها صدا خود بلند کردیم که در رابطه با موضوع پروسه صلح، حکومت افغانستان باید موضع شفاف و واضح و مشخص باشن، ولی هیچگاه حرف جامعه مدنی افغانستان شنیده نشد. ولی حکومت افغانستان مشروعیت خود جامعه مدنی افغانستان گرفتن، و اما هیچگاه صدای جامعه مدنی یا صدای مردم افغانستان نشنید، و این می وضعیت است که امروز ما شاهد ناامنی خیلی گسترده در گوشه و کنار افغانستان، خصوصا در پایتخت افغانستان هستیم که هر روز ما شاهد حملات انتحاری هستیم. سپاسگزار هستم. خانم اشرافی، تنگتر شدن فضای مبارزه علیه همچون افراطیتی یا چقدر باعث ازی میشه که اهداف شما تنزل پیدا بکنه پایین شود؟ ما امروز هم شاهد ازی بودیم که تعداد اعضای جامعه مدنی که در نشست یا گرد همایی که برگزار کرده بودن اعضای جامعه مدنی کم رنگ برد. اینا چقدر باعث ازی میشه که فعالیت های شما کمتر شود؟ و یا اگر کم نشه عزم آینده شما چی است؟ خب گرد همایی امروز ما این تنزل جامعه مدنی را نشان میده، همچنان به نظر من این یک ارزیابی را نشان میده که ما بتانیم چه قسم کارا، چه آمادگی هایی را در آینده داشته باشیم تا بتانیم که همچی یک رویداد علیه ما صورت نگیرند. ما در صدد از این هستیم که امی
گرده همایی های خود به صورت معقول و بر جا در یک جای یک مکان خاصی که بتانه ما حداقل حرف ما را صدای ما را مردم بفهمه، هدف ما را مردم بفهمه و به این شرط که حکومت هدف ما را دنبال کنند. به خاطر این مسئولیت حکومت است که باید جامعه مدنی را اهدافش را مشخص بسازند و اهداف از اینا را دنبال کنند و اینا را حمایت کنند در جاهای مختلف، تنها منطبق بر یک شهر نباشه که در شهر کابل تنها جامعه مدنی تقویت پیدا کنه، بلکه در روستاها فرهنگ جامعه مدنی را پیاده کنند تا مردم بتانند به صورت آزاد از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کنند و یک تسلط کامل در دموکراسی داشته باشند. با توجه به اینکه شما میگین همیشه وقت دولت باید متوجه اعضای جامعه مدنی یا گفته های جامعه مدنی که نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکنند بکنه، در این 13 سال کدام چیز ملموس بوده؟ طبعا صداهای جامعه مدنی به هیچ وجه شنیده نشده و اگر شنیده شدن فقط در حد عمل نبوده. خب وقتش نیست که دروازه های نهادهای جامعه مدنی رو ببندیم؟ نه خیر، جامعه مدنی تنها مربوط به دولت نمیشه، جامعه مدنی مدافع خب در صورتی که گفته های اعضای جامعه مدنی یا کسایی که مدافع حقوق جامعه مدنی هستن شنیده نشد، اگر کار هست محال. خب اینا کار نیست که ما باید بس بگیم، جامعه مدنی کاری نمیکنه که اگر حکومت متوجهشان نباشن اینا بس کنن و درهای خدا نببندن و دیگه امیدی نداشته باشن. اینا بیشتر کوشش میکنن که کدام نیروهای خود قوی بسازن تا بتانن که حداقل یک انعکاس کلی از سیاست فعلی افغانستان درک کنن و با مقابله شدن با همچه یک سیاست کنونی حکومت بتانند داخل میدان مبارزه شوند. سپاسگزارم آقای پدرام. با سوال را که از خانم اشرفی پرسان کردم میخوام از شما پرسان بکنم، کار کرده 13 ساله نهادهای جامعه مدنی همیشه وقت ناملموس بوده و دولت با اونا گوشی صحیح فرا ننهاده، چطور فکر میکنه؟ در کشوری که تاریخش از استبداد، از رنج، از خودکامگی رقم خورده و همچنان در 13 سال مسلماً جامعه مدنی افغانستان هم یک جامعه نوپا بود، همون چیزی که دموکراسی در افغانستان نوپا بود، من فکر میکنم که هیچ بدیلی وجود نداره در افغانستان به جز از دموکراسی که یک از مؤلفه‌های از جامعه مدنی هست. ما بدون جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد نمیتونیم که دموکراسی و عدالت در یک کشور تطبیق بکنیم یا حاکمیت قانون به وجود بیاین. فکر میکنم که در راستا در 13 سال متاسفانه عدم هماهنگی دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان باعث شد که بیشتر نهادهای مدنی پروژه محور بودن و پروسه محور نشدن. یک از نقاط ضعفی بود که ما در کنفرانس لندن هم اشاره کردیم و امیدوارم، ولی اما بعد از 13 سال نهادهای بسیار قوی در گوشه و کنار افغانستان شکل گرفته، دستاوردهای بسیار ملموسی را ما در عرصه مطبوعات و جامعه مدنی افغانستان داریم از یک طرف، از طرف دیگر تعهد حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن این بود که ما احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون و حمایت از جامعه مدنی افغانستان و نقش نظارتیشان در تمام پروسه‌ها تعهداتی که ارائه کردن و ما مسئولیت داریم که بعد از فشار بیارم بالای حکومت وحدت ملی تا این تعهداتی که در کنفرانس مطرح شدن ما بتانیم جنبی عملی پیدا بکنه از یک طرف، و از طرف دیگه فکر می‌کنم در 13 سال نه تنها طالبان یا گروه‌های دهشت‌افغان حقوق مردم افغانستان یا حقوق بشری مردم افغانستان نقض کردن، بلکه حکومت افغانستان هم حقوق مردم افغانستان نقض کردن. متاسفانه در 13 سال ما شاهد نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان بودیم، همچنان هر روز شما شاهد هستین که تجاوز جنسی، قتل‌های که صورت میگیره و عدم تعهد حکومت نسبت به مسائل حقوق بشری افغانستان. خانم اشرفی، به عنوان سوال آخر، این که گفتن قرار است یک اعلامیه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی هم به نشر برسانند، مشخصا شما از آن رسی یک خانم چه خواست دارین که از تریبیون یا از مایک جامعه مدنی او صدا بلند شوند؟ ای است که اول حکومت توجه خاص خود در جامعه مدنی داشته باشه، خصوصا طبقه جوان که خواستشان چی هستند و در آینده موقف از اینا چی خواهد بود. به نظر من امی فقر اقتصادی که در فکر جامعه مدنی رجوع کرده و فقر اجتماعی، فقر نظامی که امی سه بود است که جامعه مدنی افغانستان تشکیل داده، اگر روی از اینا کار شوند جامعه مدنی خود به خود پا بر پا است و خانم ها تمام تقاضایشان برآورده است. سپاسگزارم حضرت میهمان آقای خانم اشرفی و آقای پدرام. و برنامه جسار شما به طور زنده می‌دید. نکات را که ما یادداشت کردیم از بحث امروز، طالبان دشمن انسانیت هستند و همچنان هیچ اعلامیه و یا تهدید فکری و یا جسمی برای کاهش فعالیت نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها نخواهد بود.
برنامه های تلویزیون یک را از طریق رسانه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب نیز دیده میتونید. تا دیدار بعد پاکیزه بمانید.